گزارش دیگری از 64مین فستیوال کن را با هم می‌بینیم. لیدی گاگا، ستاره پاپ آمریکایی، با ترانه یوداس از آلبوم جدیدش ساحل جزیره کن را به یک دیسکوی تابستانی تبدیل کرده. ظاهراً این ترانه با انتقاد کلیسای کاتولیک آمریکا مواجه شده است. اولین جایزه جشنواره به حق برناردو برتولوچی، کارگردان شهیر ایتالیا، اهدا شد برای تأثیراتی که در سینما داشته در فیلم‌های بیادماندنی آخرین تانگو در پاریس با بازی مارلون براندو افسانه‌ای و آخرین امپراتور. رئیس جشنواره نخل افتخار را به کارگردان 71 ساله تقدیم می‌کند. در سوی دیگر از جشنواره، کنفرانس مطبوعاتی ستاره هاست. وودی آلن، کارگردان 75 ساله آمریکایی، امسال با فیلم نیمه شب در پاریس به فستیوال آمده است. فیلمی که افتتاحیه جشنواره بود و درباره یک فیلمنامه نویس هالیوودی است که با نامزدش به پاریس می آید. می‌دانم که خرد استعدادی دارم، اما نه اینقدر که جزء هنرمندان به حساب بیایم. برای اینکه برای مثال آکیرا کوروساوا یا اینگمار برگمن و یا لوئیس بونوول و فدریکو فلینی، آنها هنرمند هستند. آنطوری معلوم می‌شود که من هنرمند نیستم، ولی فیلمساز هستم. بعضی فیلم‌هایم خوب، بعضی بهتر و بعضی هم بد از آب در می‌آید. رمز انتخاب بازیگر می‌دانی چیست؟ این است که بازیگران خوبی انتخاب کنید و بگذارید کارشان را انجام بدهند و در کارشان دخالت نکنید، بعد هم از اعتبار آنها بهره ببرید. من سالهاست به همین روش کار میکنم و معجزه میکند. در فیلم نیمه شب در پاریس با شرکت اوون ویلسون و ریچل مک آدامز، شخصیت فیلم در سفر به پاریس در میابد که از پنجره زمان میتواند به گذشته سفر کند و ارنست همینگوی، پیکاسو، سالوادور دالی و لوئیس بونوول را ملاقات کند.